فقه مبتنی است بر مجموعه ای از تصورات و فرضهایی که فقط در پارادایم فکری پیشامدرن معنا میدن. وقتی که علوم انسانی، یعنی علوم تاریخی، علوم زبانی و علوم اجتماعی جدید به وجود اومده و ما با کمک این روش ها میتونیم متن قرآن و همینطور رویدادهای بنیادی تاریخ اسلام رو مطالعه بکنیم، دیگه نمیتونیم از قرآن قانون استخراج بکنیم. به عبارت دیگه، قرآن نه کتاب قانونه نه کتاب تاریخ هست. قرآن یک کتاب معنوی است با یک زبان رمزی و استعاری و استخراج قانون از اون مبتنی بر تصوراتی است که امروزه در علوم اجتماعی و علوم زبانی و علوم تاریخی منسوخ به شما میاد. کسی که میگه اسلام با دموکراسی سازگار هست، همون خطای روش شناختی رو میکنه که کسی بگه اسلام با دموکراسی سازگار نیست. یعنی از نظر روش شناختی یه خطاست و اون تلاش برای مقایسه اسلام و دموکراسی. مثل این که بگیم که مثلا حضرت ابراهیم آیا با وجود هواپیما موافق بود یا مخالف بود؟ خب اصلا این سوال غلطه، بخاطر اینکه اون نمیتونست چیز به نام هواپیما رو تصور بکنه. اسلام، متن‌های بنیادی و دوره اولیه اسلام تصور چیزی به عنوان دموکراسی براشون ناممکن بوده. بنابراین مفاهیمی که درست کردن، مقوله‌ای که درست کردن، اصلا بی توجه به پدیده به نام دموکراسی بوده. اصلا نفیاً یا اثباتاً نمیتونستن بهش فکر کنن. حالا اگه کسی بیاد بگه که آقا دموکراسی با اسلام سازگاره، همون خطایی رو مرتکب میشه که کسی بگه سازگار نیست. مثلا اینه که این سوال غلطه. وقتی که شما وارد جهان جدید میشین، یک علومی به وجود اومدن، مثل زبانشناسی، مثل هرمنوتیک، مثل نشانشناسی، مثل گفتمانشناسی و علوم تاریخی، مثل خود تاریخ نگاری، مثل انتروپولوژی تاریخی، مثل انسانشناسی تاریخی. تمام اینها موجب شده که ما امروزه بتونیم قرآن و رویدادهای صدر اسلام رو به شکلی از بن متفاوت با دوران قدیم بفهمیم. اگر اینجوری بفهمیم، نه اینکه به سوال قدیمی جواب جدید میدیم، سوالمون عوض میشه. در علم هم میدونیم، میگن که سوال درست کردن خودش نصف پاسخه. ما میگیم چه سوالای اصلا غلطن. این که ما بگیم که آیا فقه اسلام با حقوق بشر سازگاره یا نه، اصلا غلطه. به خاطر اینکه این فقه در زمانی و در جهانی تولید شده که مفهوم حق و حق انسان درش غائب بوده. بنابراین چون نمیتونید از درون این حقوق بشر در بیارید، در اینی که نمیتونید نبگیم ناسازگاره، بخاطر اصلا مال یه جهان دیگه است. یک نکته مسلم هست که پیامبر وقتی که آمد در جزیرت العرب، اون مقدار که ما میتونیم بفهمیم، اون مقدار که به روایت های تاریخی میتونیم تکیه کنیم، به هیچ وجه در پی این نبود که یک نظم و نظام جدید تأسیس بکنیم. قوانینی که ما امروز به عنوان قوانین اسلام می‌شناسیم، همه‌شون پیش از اسلام وجود داشت. از نماز، روزه، حج، زکات، سنگسار، قصاص، دیه، ازدواج، طلاق، معاملات، هیچ کدوم از اینا ابداع پیامبر نیست. اسلام اومده در بعضی از اینها، نه در همه‌شون، در بعضی از اینها یک مداخله های خیلی مختصری کرد. بنابراین اصل شریعت عرف جزیره العرب زمان پیامبر، که متاسفانه در دستگاه های فقهی این عرف تقدیس شده. عرفی که عرف بوده، یعنی شکلی که مردم زندگی میکردن قبل از پیامبر، این عرف تقدیس شده و تبدیل شده به یک قانون ایدئال که در همه زمان ها، در همه مکان ها، برای همه انسان ها واجب است و تکلیف. و گفتن حلال محمد حلال تا روز قیامت و حرام محمد حرام تا روز قیامت. این ما امروزه میدونیم که از نظر تاریخی و از نظر علمی قابل دفاع است. بنابراین نظام هایی که بر اساس ایدئولوژی اسلام تأسیس میشن،
برای اینکه مشروعیت بدن به خودشون نیاز دارن به قانون شریعت، به خاطر اینکه از این راه هست که به قدرت خودشون مشروعیت دارن. نه تنها شریعت مشروعیت علمی و مذهبی نداره، که نظامی که بر پایه شریعت تأسیس بشه هم مشروعیت علمی و مذهبی نداره. هیچ شکی نیست که ایدئولوژی اسلامی از نظر علمی قابل دفاع نیست. ایدئولوژی اسلامی یه چیزیست غیر اسلامی، یعنی یک تفسیریست کاملا معطوف به قدرت برای تأمین منافع گروه خاص یا طبقه خاص. و هیچ شکی نیست که نقد جمهوری اسلامی و نقد شریعت، نقد ایدئولوژی اسلامی و نقد شریعت شانه به شانه همه که پیش میرن. من مطمئن نیستم که همه مردم معتقد باشن که شریعت، همه شریعت باید اجرا بشه. میدونیم که در مخصوصا در مورد زنان احکامی در شریعت هست که حتی زنان مسلمان هیچ اعتقادی بهش ندارن، نه اعتقاد دارن بهش نه در عمل میپذیرن، مثل مثلا تعدد زوجات، مثل حق حضانت بچه برای مرد، مثل حق طلاق برای مرد. شما میدونید که در همین جمهوری اسلامی زنان مسلمان جنگیدن برای تغییر این قوانین و تا حدودی بعضی از این قوانین رو همین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبانی که متشکل از فقها و حقوقدان ها هست، اینا برخی از این تغییرات رو انجام دادن. این نشون دهنده اینه که شریعت در کلیتش نه قابل اجراست و نه حتی برای همه مسلمان ها در ایران، ما در ایران طبیعتا صحبت میکنیم، برای همه مسلمان ها مطلوب هست. شما نگاه بکنید شریعت نمیده موسیقی چی میگه؟ خب جامعه ما رو نگاه کنید، آیا برای جامعه ما، حتی جامعه مسلمان ما قابل قبول هست این روزه که موسیقی از زندگیشون حذف بشه؟ یا زن از نظر شرعی نباید در تلویزیون یا در رادیو ظاهر بشه و صداشو یا تصویرشو نامحرم ببینه؟ شما میدونید که در همین جمهوری اسلامی، عبارت دیگه جمهوری اسلامی هم روی کردش به شریعت گزینشیه. خیلی از چیزها رو جمهوری اسلامی تحت فشار اجتماعی پذیرفته، وگرنه ما یک حکومت داشتیم مثل طالبان اگر می‌خواستیم کاملا شریعت رو اجرا بکنیم. می‌خوام بگم که قدم به قدم ما می‌بینیم سر مسئله موسیقی، سر مسئله شطرنج، سر مسئله خود ورزش زنان که هنوز هم یه عده از سختگیران مذهبی باش مخالفن، ولی باز هم می‌بینیم که زنها با حجاب میرن و در بسیار از مسابقات ورزشی شرکت میکنن و حتی در خارج از کشور با تأیید جمهوری اسلامی هم میرن. میخوام بگم که من قبول نمی کنم که شریعت مردم ایران، همشون هم مردم مسلمان ایران، خواستار اجرای کامل شریعت هستن. این یک نکته. نکته دومی که مشکل ما فقط با جمهوری اسلامی نیست، مشکل ما با توده مردم هم هست. یعنی ما نمیتونیم بگیم که این جمهوری اسلامی یه سری تصورات تاریک اندیشانه داره و اینها اومدن از بالای جامعه و بر مردم دارن حکومت میکنن به رغم میل مردم. نه، این جمهوری اسلامی برآمده از دل مردم هست و به هر حال یک مشروعیت عمومی داشته و هنوز هم داره و این چیزی نیست جز نشانه این از اشتراک‌های فکری که بین توده مردم و جمهوری اسلامی در بسیاری مسائل هست، از جمله تلقیشون از اسلام. همونطور که گفتم اکثر مسلمان ها اسلام رو هنوز به شیوه هایی میفهمند که مسلمان ها در قرون وسطا میفهمند. یعنی درسته که ما ماشین داریم، کامپیوتر داریم، حتی انرژی هسته‌ای داریم، پزشکی خیلی پیشرفته داریم، ولی درک ما از اسلام و درک ما از سنت به هیچ وجه همپای این تحولات متحول نشده و ما یک توسعه نامتوازن داریم و این باید تغییر کنه. شکی نیست که این باید تغییر کنه و ما به عنوان کسانی که به اسلام علاقه مندیم و سعی میکنیم که اسلام رو با روش جدید بفهمیم، مخاطبمون فقط حکومت نیست، توده مردم هست. ما باید به توده مردم بگیم
این قرآن که میخوانند، این قرآن مفسران سنتی این رو معطوف به قدرت‌های سنتی می‌خوندن و می‌فهمیدن، معطوف به قدرت‌های مردانه و پدرسالارانه می‌فهمیدن. بنابراین ما باید این رو به شکل جدیدی بفهمیم، به شکلی که امروزه مسیحیان مدرن انجیل رو می‌فهمند، به شکلی که یهودیان مدرن تورات رو می‌فهمند، به شکلی که ذهن انتقادی تاریخی اسطوره زدایی شده میتونه به سنتش نگاه بکنه و سنت رو یک سرچشمه برای الهام بخشی به عدالت و آزادی انسان بکنه، به جای اون که یک شهید زنده باشه سنگین بر دوش ما و ما رو از حرکت به سوی آرمان‌های عام بشری باز بده. علما و فقها تحت فشار عقب نشینی میکنه، یعنی درک علما و فقها ها از زمان مشروطه تا الان تغییر عمده‌ای نکرده از اسلام، ولی جامعه ما تغییر پیدا کرده. زنایی که ما امروز در جامعه میبینیم با زنای دوره مشروطه زمین تازه ما فرق کرده و این فشارهای اجتماعی بوده. حالا این فشارهای اجتماعی هم محصول کار روشنفکران هست، محصول عمومی شدن نظام تعلیم و تربیت هست، محصول ارتباطات مدرن هست، محصول گسترش منابع آگاهی هست. همه اینها موجب شده که فشارهای اجتماعی اینقدر زیاد بشه که این فقها عقب نشینی کنه. بنابراین تجدید نظر در فهم اسلام کاری نیست که شما از فقیهان انتظار داشته باشید. این کار رو دانشوران و دانشگاهیان و روشنفکران انجام بدن، کسانی که به آزادی اعتقاد دارن، یک و دو روش‌شناسی های مدرن رو می‌شناسن و سه قدرتشون به اون فهم قدیم پیوند نخوره. من میگم اون چیزی که ما رو نجات داده در این 100 سال گذشته این نبوده که یه سری فقهای روشنفکر ما پیدا کردیم که به این نتیجه رسیدن که زنها اگر به مدرسه هم برن اشکالی نداره. نه، این فشار اجتماعی و سیاسی زنها بود. اگر این فشار اجتماعی و سیاسی نبود، این فقها هنوز مثل 100 سال پیش فکر میکردن که زنها نباید برن مدرسه، همونطور که در طالبان در افغانستان مدارس دخترانه رو بستن. خب اون فشار اجتماعی رو زمین واقعیت وجود نداشت. اگر در افغانستان هم نهادهای مدرن و اندازه کافی پیشرفت کرده بودن، وقتی طالبان می اومدن سر قدرت، هر چقدر هم می‌خواستن فشار بیارن مثل جمهوری اسلامی، هر چه تلاش کرد زنان رو از سطح جامعه حذف کنه نتونست و آخر سر تسلیم شد. ما به عنوان نیروهایی که برامون آزادی و برابری مهم هست، یک باید کار فکری بکنیم. این کار فکری رو شما از فقها و روحانیت توقع نباید داشته باشید، بخاطر اونا با منافعشون این تفسیر از قرآن ارتباط داره. و دو، اینکه فراموش نکنید که با تفکر جدید جامعه عوض نمیشه. تفکر جدید به اضافه نیروهای اجتماعی، به اضافه سازماندهی، به اضافه بسیج اجتماعی، به اضافه جنبش‌های مدنی هست که تحولات جدی رو ایجاد میکنه در زمینه آزادی و برابری. ببینید، اسلام هویت ماست. مثل اینکه یک نفر از گذشته خودش ناراضیه و سعی میکنه که این حالت ترومایی که بهش دوچاره با فراموش کردن گذشته درمان کنه. شما میدونیم که در روانشناسی این روش رو کاملا ناموفق میدونه. شما نمیتونید گذشتتون فراموش کنید. گذشته شما هویت شماست. اسلام نه به مثابه دین، به مثابه یک فرهنگ در رگ و پی ما روان هست و شما حتی اگر مسلمان هم نباشید، به دلیل اینکه در درون یک فرهنگ اسلامی زندگی کردیم، تربیت اسلامی، فرهنگ اسلامی، جهان بینی اسلامی در شما تأثیر گذاشته. ما نمونه های بسیار زیادی داریم. به کسی مثل متفکر بزرگی مثل ابن میمون که از متکلمان و متعلهان یهودی بوده، یک نمونه خوبی هست از یک متعله یهودی، یعنی یک دانشمند
به اصطلاح متفکر الهیات یهودی، ولی چون در پارادایم و در منظومه فکری تمدن اسلامی میزیسته به شدت متاثر از مفاهیم و مقوله‌های اسلامی است. یعنی وقتی شما در درون یک چارچوب زندگی میکنین ممکنه که به یک سری عقایدی اعتقاد نداشته باشین، ولی مفاهیم از راه تربیت، از راه زبان، ما همین زبانی که به کار میبریم، شما به بچه‌تون زبان یاد میدید، فلسفه یاد نمیدید، جهانشناسی یاد نمیدید، ولی بر اون زبان حامل یک فلسفه و جهانشناسی و انسانشناسی هست که به طور اتوماتیک اون بچه شما وقتی اون زبان یاد میگیره با اون مفاهیم شروع میکنه به فکر کردن، جهانمون رو میسازه. زبانی که ما باش حرف میزنیم حامل مفاهیم و مقوله های مذهبی است. بنابراین شما تنها راهی که میتونیم از این تروما، از این روان رنجوری که حاصل برخورد سنت و تجدد هست بیرون بیایم، اینه که آگاه بشیم به سنت و نگاه انتقادی به سنت داشته باشیم، پیدا بکنیم. و این کاریست بسیار بسیار سخت. یه نکته دیگه بهتون بگم، ما میگیم ما چی کار داریم به اسلام، ما میخواییم مدرن بشیم، ولی مدرن شدن چیه؟ آیا مدرن شدن از نظر فکری یعنی که همونطوری که من امروز تصمیم میگیرم مثلا ماشین آخرین سیستم بخرم، میتونم برم فکر مدرنم از کسی بگیرم و بذارم تو ذهنم و خونم و ذهنم رو با اساسی مدرن بچینم؟ آیا همچه چیزی ممکنه؟ مدرن شدن یعنی فکر کردن، و فکر کردن یعنی فکر کردن به خود و فکر کردن انتقادی به خود. بنابراین من اگر بخوام مدرن بشم، من باید دکارت خودم باشم، من باید کانت خودم باشم، من باید هگل خودم باشم. من که نمیتونم با پای دیگری راه برم، من که نمیتونم با چشم دیگری ببینم، من که نمیتونم با گوش دیگری بشنوم. در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه نکن. من اگر بخوام فکر کنم باید تلاش بکنم به خودم فکر بکنم، به موقعیتی که هستم، انسان ایرانی در آغاز قرن 21 با این مشکلاتی که الان دور من هست، من باید بتونم خودم رو موضوع تأمل خودم بکنم، و این خود یعنی هویت من، تاریخ من، و این تاریخ چه بخواهیم چه نخواهیم بیش از 1000 سال زیر تأثیر حکومت‌های اسلامی، ساختارهای اسلامی، مفاهیم اسلامی، پارادایم اسلامی و مقوله‌های اسلامی بوده. و ما نیازمند بازاندیشی به اسلام هستیم. در همین آمریکا بعد از این همه تلاش ها و جنبش های مدنی و فلسفه ها و جامعه شناسی ها و اتنوگرافی ها و انتروپولوژی ها و بحث های علمی و روشنفکری، هنوز هم ما تبعیض علیه سیاهان داریم. یعنی این تبعیض ها به همین دلیل که شما باید دنبال راه حل های بنیادی بریم و فکر نکنیم که، یعنی دنبال هر گونه راه حل باید رفت. یه سری راه حل ها هستن که پرکتیکالن، عملیان، مرزود به نتیجه میرسونن، ولی فراموش نکنیم که به همین میزان که سریع به نتیجه میرسن، نتیجه سطحی به شما میده. ولی اگر دنبال نتایج پایدار ریشه ای هستید، بعد راه حل های ریشه ای هم انتخاب بکنه. ما بعد در هر دو زمینه تلاش بکنیم. به شما گفتم که پدر من عضو انجمن حجتیه بود، بسیار از دوستانش حجتیه بودن. تو خونه ما قصه ها نقل میکردن از این که چجوری با بهایی مبارزه کردن یا حرف زدن، یا دوستای پدرم میومدن گفتن در منطقه ما بهایی ها بودن، ما چیکار کردیم، ما اینجوری صحبت کردیم، مردم رو علیهشون میشوروندن اینها. و من الان نگاه میکنم، یعنی من که فکر کنم 50 سال پیش مردم ایران در مورد بهایی ها قساوت قلب خیلی بیشتری داشتن، و حداقل در محیط هایی که من درش بزرگ شدم که خیلی شیعه و ولایی و خیلی متأثر، یک شکل غیر انسانی از یک تصویر غیر انسانی از بهایی ها میدادن که هر گونه خشونت ورزیدن رو آسون میکرد. گفته بود که آقای بروجردی گفته بود که یک قصه طلبه ها نقل میکردن که آقای بروجردی گفته که من هر کس غیبت کنه پشت سر من میبخشمش مگر طلبه ها. گفت بودن چرا؟ گفت بود مردم عادی که غیبت میکنن غیبت میکنن، ولی طلبه هایی که غیبت میکنن اول اثبات میکنن که طرف فاسقه،
بعدا میگه غیبت فاسق جایزه، میگه حرام نیست. من اینو دیگه نمیباشم. حالا اول چون اینا میومدن تصویر غیر انسانی و شیطانی از بهایی ها میدادن، بعد که شما این کار کردید یه وقتی خشونت راحت میشه. بعد که کسی برای کشتن یک بهایی یا خراب کردن خونش اشکی نمیریزه و دلی نمیلرزه. اتفاقی که الان افتاده به دلیل این ظلم گسترده‌ای که در جامعه از سوی جمهوری اسلامی رخ داده، حالا از آغاز انقلاب تا الان، علیه کرد و علیه بلوچ، علیه عرب ها، علیه زن ها، علیه سنی ها، علیه خود شیعه ها، علیه مخالفان ولایت فقیه، علیه منتقدان آقای خمینی، منتقدان آقای خامنه‌ای، مردم رنج رو و درد رو و خشونت رو بیشتر می‌فهمن. یکی از چیزایی که من به نظرم میرسه اینه که کسانی که در زمینه آزادی و حقوق بشر فعالیت میکنن هرگز نباید نقش اموشن و عاطفه رو در تحولات اجتماعی نادیده بگیرن، چون شما نمیتونید برای یک آدم عادی که حالا دانش چندانی نداره بحثای فلسفی بکنید یا حتی بحثای مذهبی بکنید، ولی با نشون دادن یک تصویر میتونین رقت قلب اون رو تحریک کنید، میتونید عاطفه اون رو تلنگر بزنید، میتونین اون تصویر غیر انسانی که او از دیگری داره اون رو از بین ببرین و نشون بدین اون کسی که رنج میبره یک انسانه، ولو این که از نظر عقیده با او مشترک نیست. به عبارت دیگه من به نظر من عنصر هنر، حالا از فیلم سینمایی، از نقاشی، از مستند، از شعر، از ادبیات، همه اینا میتونه نقش بسیار مهمی بازی بکنه در شوراندن عاطفه جمعی، برای اینکه ما بفهمیم که چه کردیم، ما ایرانی ها چه کردیم، با افغان ها چه کردیم، با مهاجران چه کردیم، با زنانمون چه کردیم، با اقلیت های قومی و مذهبی چه کردیم، و بعد این تصویر کریه رفتار ما بیاد جلوی چشم ما و جامعه شرمسار بشه. وقتی که شرمسار بشه تصمیم میگیره که تغییر به رفتارشون. این از اون چیزهاییست که خیلی زود نتیجه میده. ما باید احساسات جامعه رو برانگیزیم، این قلبهایی که سنگ شدن، این دلهایی که سنگ شدن نرم کنیم، و این کار رو هنر میتونه انجام بده، فرهنگ میتونه انجام. خوندن تاریخ بهاییات، تاریخ برای هر غیر بهایی ضروری است، به خاطر اینکه میفهمیم که ما چه شکل رفتار کردیم. میدونیم ما خودمون رو میشناسیم. من شیعه اگر بخوام هویت خودم رو بشناسم باید بدونم که پدران من چه کرده با بهایی، میدونیم. و این خیلی ما به خاطر اینکه مخصوصا عموم مردم هیچ ده. من گاهی برخی از کتاب ها رو میخونم که مثلا یک کتابی میخونم که مال یکی از دیپلومات های فرنگی بوده در زمان مشروطه و شرح به دقت شرح میده که چگونه بهاییان رو شکنجه میکردن در مثلا دیگ هایی که روغنی جوش بوده و توصیف های واقعا شگفت انگیز که لرزه به بدن آدم میزه و اینها چیزایی نیست که مردم بدونن و چیزهایی نیست که اگر شما به کسی بگی ولو متعصب بدون هیچگونه اعتنایی بتونه ازش رد بشه. یعنی به هر حال شما باید روی احساسات انسانی سرمایه‌گذاری کنید و نشون بدیم که این تاریخ تا اینجا با خون و رنج و خشونت پیش اومده و هر لحظه میتونه چرخه برگرده. ببینید از زمان مشروطه تا انقلاب ایران بهاییان بودن که قربانی شیعیان می شدن، از انقلاب ایران و بعد شیعیان هم قربانی شیعیان شدن. بنابراین مسئله نیست که چه کسی رو می کشه، مسئله اینه که می کشه، مسئله اینه که انسانی رو می کشه و این کشتن و این خشونت باید به شفافترین وجهی نمایش داده بشه برای اینکه ما بتونیم جلوش رو بگیریم. من فکر میکنم که جامعه ما از
گذشته پر ننگ و آرش آگاه نیست. چون آگاه نیست شرمسار نیست. چون شرمسار نیست به خشونت بی تفاوت شد. و ما باید چشمهای جامعه رو باز بکنیم. بخش عظیمی از روشنفکران ما فکر میکنم که مسئله بهائیت مسئله یک اقلیت کوچکی از شهروندان ایرانی است، نه مسئله کل جامعه. به نظر من مسئله بهائیت مسئله کل جامعه است، همونطور که مسئله زن مسئله مردها هم هست، همونطور که مسئله اقلیت‌های جنسی مسئله اکثریت جنسی هم هست. این مسائل مسائل بنیادی هست، به دلیل اینکه مربوطن به مسائل بنیادی که باعث تنش و خشونت بین انسان ها میشن. و امروزی که بر بهائی‌ها خشونت میورزیم و خشونت رو تقبیح نمی کنیم، ممکنه فردا این شکل خشونت به شیعه ها رو بگیره، همونطور که در 30 سال گذشته کرد. ببینید بهائی ستیزی منحصر به حجتیه؟ نه، حجتیه سازمان بود که به طور خیلی نظاممند فعالیت میکرد علیه بهائیان، ولی روحانیت به طور کلی در شکل‌های مختلف از فتوا و از تبلیغ‌های مذهبی که می‌رفتند منبر و خطاب و وعظ، اینها علیه بهائیان فعالیت می‌کردند. آقای منتظری در یکی از مصاحبه‌هاش شرح داده که مثلا چگونه آقای پروجردی یا خود آقای منتظری خودش شخصا فعالیت می‌کرد علیه بهائی‌ها و روحانیت به طور کلی. یعنی برای بهائی ستیزی لازم نبود کسی لزوماً در انجمن حجتی باشه. ولی میدونید که آقای شیخ محمود حلبی، اون روحانی که بنیانگذار انجمن حجتی بود، مشهدی بود و همشهری آقای خامنه‌ای. ولی به همین دلیل آقای خامنه‌ای خیلی خوب میشناخت این جریان حجتی یا رو، منتها با اینها کاملا اختلاف نظر داشتن، به دلیل اینکه حجتی یا مخالف مبارزه با شاه بودن و آقای خامنه‌ای جزء اون طلبه هایی بود که طرفدار مبارزه با شاه بود و فعالیت میکرد و منبر میرفت. آقای خامنه‌ای طبیعتا مخالف بهائیان بود پیش از انقلاب، همونطور که بعد از انقلاب. منتها من تا اونجا که میدونم و مطالعه کردم هیچ رابطه با حجتی رابطه سازمانی به هیچ وجه نداشته و قبل از انقلاب هم بیشتر توجهش معطوف به مبارزه با شاه بود، چون اینا میگفتن که اینا ایدهشون این بود به احتمال خیلی زیاد که اگر بهائی‌ها الان در مملکت خیلی رشد کردن، به دلیل اینکه محمد رضا شاه پهلوی از اینها حمایت میکنه. خب من میدونید که افسانه هایی هم میساختن از اینکه سرلشکر ایادی مثلا همه کار شاه، پزشک شاه همه کار شاه، هویدا مثلا بهایی، بهایی ها همه ادارات و مناسب سیاسی رو گرفتن یا مستقیما یا پشت پرده. و اینها تصور میکردن که آقای حلبی داره با بهائیت میستیزه و داره با معلول جنگ میکنه. ما اگر با محمد رضا شاه بجنگیم علت رو از بین بردیم، و اگر محمد رضا شاه از بین بره به طور طبیعی بهائیان هم از بین خواهند رفت، اون وقت مبارزه با بهائی‌ها خیلی ساده تره. بنابراین نوک پیکان حملهشون بیشتر گروه آقای خامنه‌ای رژیم شاه. طبیعتا قبل از انقلاب که ایشون فتوایی نداده، قبل از رهبریش هیچ فتوایی نداده. فتواهایی که در سالهای اخیر داده خب نشان دهنده یک معضلی است برای جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی به دلیل شرایط جهانی جامعه ایران عوض شده، نمیتونه به عنوان دولت بهائیان رو قتل عام بکنه، کاری که قبلا مثلا میکردن و میگفتن خب مردم فلان روستا رفتن بهائیان رو کشتن یا فلان، الان نمیشه کرد چون دولت مسئولیت داره. از طرف دیگه نمیتونه به رسمیت بشناسه، چون که به رسمیت شناختن اونها معنیش اینه که شما اجازه بدین اونا دانشگاه برن، معنیش اینه که اینها بتونن کار داشته باشن مثل اقلیت های مذهبی دیگه، بتونن عبادتشون رو بکنن. خب بهترین راه چیه؟ اینه که شما انقدر فشار روی اینها بیارین که اینها یا از همه حقوق شهروندیشون محروم بشن
و منزوی بشن در جامعه، یا اینکه کم کم از کشور خارج بشن و در حقیقت یه مهاجرت اجباری در طول سالیان خود به خود معضل بهاییان رو برای ایرانی ها، برای حکومت ایران حل خواهد کرد، چون که برای بهاییان مرد در دنیا گسترش پیدا کرده که میلیون ها بهایی الان تو دنیا هستن و جمهوری اسلامی دیگه فکر نمی کنه که میتونه بهاییت رو از بین ببره. حالا 100 سال پیش شاید علما فکر میکردن که قتل عام بهایی هم اونجا موجب شکن شدن بهاییت میشه، الان دیگه این فکر رو نمی کنه، ولی میگن در مملکت ما نباشن. و همین دلیل هست که اون فتاوا رو صادر کردن، که آقای مکارم شیرازی هم صادر کرده، بقیه هم صادر کردن که با بهایی رفت آمد نکنیم. البته به شما میگم آقای بروجردی هم این فتاوا رو داره که نباید حتی به اینها نون فروخت، نباید اینها رو سوار ماشین کرد، یعنی هیچ، اینها رو بایکوت کرد در جامعه، در حقیقت منزوی کرد که اینها در یک گتوهایی برن، از جامعه بریده بشن و بی بهره باشن از امکاناتی که شهروندان عادی از اون برخوردار هستن. و این یک راه حل است که جمهوری اسلامی فعلا پیدا کرده برای برخورد با بهائی. طبیعی است که این راه حل نمیتونه معضل بهائیت رو در ایران حل بکنه، به دلیل اینکه بهائی همانقدر به ایران و به این آب و خاک وابسته هستن که بقیه آدم ها، و من فکر نمی کنم که با این سرسختی و ایمانی که بهائی‌ها دارن هم برای حفظ ایمانشون هم برای موندن در ایران حداقل مهاجرت‌های جمعی گسترده در آینده نزدیک در ایران رخ بده. بنابراین ما همواره جمعیت قابل توجه بهائی خواهیم داشت که اینها تحصیلات میخوان، اینها کار میخوان، اینها به هر حال حقوق شهروندی خودشون رو میخوان. اما من شخصا بدبین هستم و تصور نمی کنم تا زمانی که جمهوری اسلامی و قانون اساسی به این شکل وجود داره، دولت جمهوری اسلامی حقوق شهروندی بهائیان رو به طور کامل بپذیره. من حرفم اینه، شما به جای که مراجع تقلید رو حمس کنی یا انتظار داشته باشین اونا حمس بشن، مقلد ها رو حمس کن. مقلد ها مهمه، یعنی انقدر باید بهایی ستیزی زشتیش نموده بشه، آینه‌ای بگیریم در برابر این جامعه که اون مقلده همانطور که الان همه فقها میگن تعدد زوجات در اسلام هست، ولی مقلداشون که زنن میگن نه ما قبول نمی‌کنیم، بگذارید تمام مراجع تقلید بگن بهایی ستیزی مشروعه، مقلدها بگن نه، جامعه رو عوض کن. من میگم همش ما نباید معطوف به نخبه باشیم. این نخبه، نخبه مذهبی، این نخبه است که بسیار کند حرکت میکنه، تغییر میکنه و معمولا هم تو این همونجوری گفتم 150 سال اخیر در پی فشار اجتماعی تغییر کرد. اون فشار اجتماعی اگه نباشه اینا تغییر نمیکنه. بنابراین اون فشار اجتماع جامعه رو باید تحمل کنه و جامعه باید عواطفش رو تحمل کنه. یعنی شما با نخبگان با عقلشون صحبت میکنید، ولی توده مردم رو باید با عاطفشون صحبت کنید. و من فکر میکنم که یک، تاریخ نگاری بسیار مهمه. ما هنوز تاریخ بهائیت رو ننوشتیم در ایران. ما هنوز تاریخ بهائیت رو ننوشتیم در ایران. همونطور تو که تاریخ خیلی چیزا رو نداره، ولی توقع نداشته باشید که این جامعه به زشتی بهائی ستیزی آگاه بشه وقتی تاریخ بهائیت هنوز نوشته نشده. دو، ما باید، من این رو میگم به عنوان وظیفه همه ایرانی ها فارغ از دین و مذهب و عقیده شون، از ملحدان و مسلمانان و شیعیان و سنی، ما باید مسئله بهائیت و مسئله خودمون بدونیم، همونطور که مسئله زن مسئله مرد هاست، مسئله همجنسگرایی مسئله به اصطلاح هتروسکسوال هست. بنابراین مسائل اجتماعی مسائل اجتماعی هست. شما نمیتونی بگی که خب من کاری ندارم به این مثلا نصف جامعه که زن هم. نه، چطور نمیشه کاری بشه؟ چطور میشه بی تفاوت بود؟ چون این همه در هم که تأثیر میذاره. اگر در یک جامعه اعدام بشه، ولو اینکه
اون شخص مجرم هست، اعدام اون تأثیر رو همه جامعه میذاره و روان همه جامعه رو مخدوش و زخمی میکنه. من نمیتونم بی تفاوت بشم که من که مواد مخدر قاچاق نمیکنم، من که اعدامش نمیکنم، نه، همه مسائل حقوق بشر مسئله همه بشر هست. در نتیجه روشنفکران باید با مسئله دونستن مسئله بهایت برای خودشون باید تولید فکری و تولید هنری و تولید ادبی بکنن به شکلی که بتونه به بیان هنری و ادبی آرمان آزادی، حقوق بشر و برابری رو ترویج بکنه و ما به خودشناسیمون کمک بکنیم. من گفتم خوندن تاریخ بهاییت خوندن تاریخ خود ماست که ما چه بودیم و چه کردیم به کسی، به کسانی که مثل ما نمی‌اندیشیدند، شکل دیگری فکر. ساعت 14:30 تهران، آغاز پخش اخبار. خلاصه خبرهای ایران از خبرگزاری پارس. شماره 93 فرمانداری نظامی شهرستان تهران امروز منتشر شد. چون تظاهرات و تبلیغات فرقه بهائی موجب تحریک احساسات عمومی شده است، لذا به منظور حفظ نظم و انتظامات عمومی دستور داده شد قوای انتظامی مرکز تبلیغات این فرقه را که حضیرت القدس نامیده می شود اشغال نمایند که از هر گونه پیش آمدهای احتمالی سو جلوگیری شده باشد. دولت در اجرای منویات اعلی حضرت همایون شاهنشاه به احساسات و تمایلات مردم توجه داشته و همواره در اندیشه آسایش و برآوردن نیازمندی های عمومی می باشد. فرماندار نظامی شهرستان تهران سرتیب بختیار. لحظه ای بعد دانشمند شهیر آقای فلسفی سخنرانی می نماید. این آقا پاشد رفت با رئیس ستاد ارتش اون موقعی که سرلشکر نادر و باتمان قلیچ بود با همدیگه گنبد چیز رو خراب کردن. عملیات مسلمان به دستور فرماندار نظامی با پس و کلنگ اون منظره ضد دین و اون مرکز بتخانه را سوء به ویرانی کردن. امروز من خودم رفتم در موقعی که صدای الله اکبر عملجات و شعار یا علی فلانفور پاک می زدن و اون بتخانه پلیس را به افتخار توحید اسلام سوء به ویرانی کردن. من چون اطمینان دارم مسلمان خوب عمل می کنن، ولی باز تکرار می کنن توده ای ممکنه بخواد از آب جلالوت ماهی بگیره، دستگاهات سیاسی بخواد مطلب را عوض کنن. خیلی بازی داره بردن، اما آفرین به شما، باز برای آخرین باز پنج بار دیگه میگم ملت مسلمان ایران آرامش 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 بپرهیزی از تسلط. هر کار دارید به ما بگید، ما با دولت مرکزی و سلام.